این استخرها چرا اینقدر زلالن، چنقدر شفافن، چنقدر روشنن؟ برکه ها چرا اینقدر کثیفن، چنقدر افنن، بوی ناخوشی میدن؟ علتش اینه که برکه ها بخشنده نیستن، بخششی ندارن. اما استخرها دور تا دورشون یه دریچه هایی هست، دائم داره سرریز میشه، لبریز میشه، یعنی هوای اطرافیانشون رو دارن، بخشندن، بخشندگی میکنن، از همون چیزی که دارن انفاق میکنن. حافظ همینو داره میگه، البته این کلام خداست، او ترجمه میکنه. خدا میگه مؤمنین کسانی هستن که مما رزقناهم ينفقون، از هر چی که بهشون میدیم فقط برای خودشون بر نمیدارن، در اختیار دیگران هم قرار میدن، یعنی بی تفاوت از کنار نیازمندها عبور نمیکنه. دقیقا مثل آب، آب دیدید دیگه حرکت میکنه، همین که به یه چاله ای رسید تا اون رو پر نکنه، مالامال نکنه، لبریز و سرشار نکنه، عبور نمیکنه. بی تفاوت و بی اعتنا رد نمیشه. مثل المؤمن پیامبر فرمود کما، مؤمن مثل آبه، یعنی بی تفاوت نیست. حالا حافظم داره همین رو ترجمه میکنه، میگه ای صاحب کرامت، ای تو که خودت رو آقا میدونی، بزرگوار میدونی، شکرانه سلامت، بابا خدا خیلی سلامتی ها رو به تو داده، اگر میخوای اندازه و حد سلامتی ها رو بدونی سری به این بیمارستان ها بزن، ببین چه بیماری هایی هست. تو اون بیماری ها نداری، در مقابل نداشتن هر بیماری توی سلامتی داری. یا شکرانه بده. ای صاحب کرامت، شکرانه سلامت، روزی تفقدی کن درویش بینوا را، دست دیگرانم بگیر، دیگرانم مورد تفقد و نوازش و عنایت خودت قرار بده، از اون چی که داری به اونام بده، نترس، کم نمیشه. بخشندگی کاهش به دنبالش نیست، کاستن به دنبالش نیست. اگر بود خورشید الان باید مثل زغال سیاه و تاریک میشد، چون دائم داره بخشندگی میکنه، نور میده به هر کلبه ای، به هر گوشه ای روشنه و روشن میکنه. جان فشان افتاد، مولانا میگفت جان فشان افتاد خورشید بلند. بابا این خورشید بلند بالا دائم داره جان فشانی میکنه، از جان خودش مایه میگذاره، هر زمان تی میشود پر میکنه، همین که خالی میشه شارژش میکنه، هیچگاه خالی نمیشه. ای صاحب کرامت، شکرانه سلامت، روزی تفقدی کن درویش بی‌نوا رو.